سلام شما. پخش عادی برنامه هامون رو قطع کردیم که بریم به تهران، جایی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در حال سخنرانی هست در یک کنفرانس خبری درباره شیوع ویروس کرونا در ایران. بریم صحبت های رو بشن. اون پیش نیاد. مسئله دیگر، وزارت سمت ما در این جلسه، ما وزارت صنعت معدن تجارت ما در این جلسه اطمینان دادن که همه تولیدگرهایی که در زمینه مواد ضد عفونی، شوینده ها، ماسک باید فعال باشن، خوشبختانه متعهدانه شبانه روز دارن فعالیت میکنن. همه بخشایی که یه شیفت بوده تبدیل به دو شیفت، تبدیل به سه شیفت کردن، 24 ساعت دارن کار میکنن و مردم برای مواد ضد عفونی، شوینده ها، ماسک نگرانی نباید داشته باشن. البته خب به طور طبیعی مردم ما خبر دارن یه تعداد معدودی از افراد بودن سوء استفاده کردن. در اینجا نیروی انتظامی گزارش داد از بعضیا که متاسفانه این مواد رو انبار کرده بودند و میخواستن از این شرایط سوء استفاده بکنن، با اونها برخورد شده. تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه ما با همه متخلفین برخورد میکنه و نباید کسی در این مرحله حساس سوء استفاده بکنه. اجتماعات غیر ضرور در کشور ما، توصیه ستاد ملی ما این هست که این اجتماعات غیر ضرور انجام نگیره. حالا یه وقتی یه اجتماعی هست لازمه، ضروریه، واجبه، اون یه چیزی، ولی جایی که مستحبه، جایی که واجب نیست، به هر حال مراقبت بکنن. حتی برای اماکن متبرکه که برای ما بسیار مقدس هستن و خب مورد توجه مردم ما هستن، ولی اینجا به هر حال توصیه پزشکی و بهداشتی رو همه باید مراعات بکنن. اجتماع کمتری بشه، اگر جمعیتی هست باید همه مراقبت‌های بهداشتی خودشون رو انجام بدن. این ایام ایامی است که به هر حال راهیان نور خودشون رو آماده می‌کردند. خوشبختانه تصمیم گیری شده در ستاد ملی که امسال این کار تعطیل بشه. نیروهای مسلح هم دستورات لازم رو دادن نسبت به اعتکاف. همینطور این مراعات رو این ستاد توصیه می‌کنه و من فکر میکنم که اگر چیزی رو ستاد ملی مبارزه با پیشگیری و مبارزه امروز تصمیم گرفت و ابلاغ شد، اون تصمیم به عنوان یک امر لازم همه تلقی بکنن و از لحاظ شرعی، چون مصوب شورای عالی امنیت ملی است و رهبری معظمون رو تایید فرمودن و گفتن باید همه اطاعت بکنن، بنابراین همه باید این رو به عنوان یک امر لازم و ضروری مورد مراقبت خودشون قرار بدن. حالا هر کجایی اگر این ستاد موردی رو از شنبه لازم دید، اگر مدرسه‌ای، دبیرستانی، دانشگاهی، محل اجتماعی مورد خاص رو اگه تشخیص داد خودش اعلام میکنه. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها. در این زمینه دیگه اجتهاد در برابر نص ما نداشته باشیم و همه موظف باشن از ستاد اطاعت بکنن. موضوع بعدی موضوع آموزش مردم هست. الحمدلله هم متخصصین ما در این زمینه، هم صدا و سیما در این زمینه فعال بوده، فعالیت خودشون رو افزایش بدن. واقعیت ها رو اولا به مردم گفته بشه، همه چیز اگر در یه موردی مبتلا ما داریم به مردم گفته بشه. اگر کسی خدای ناکرده فوت کرده باید به مردم اعلام بشه. اگر عده‌ای هستن از بیمارستان ها مرخص شدن و دوره این بیماری رو گذراندن به مردم اطلاع داده بشه. اعتماد مردم برای ما اصله و مردم ما باید به وزارت بهداشت درمان ما که از طریق صدا و سیما نظراتش اعلام میشه اعتماد بکنن و این اعتماد سرمایه اصلی ما هست. و در اینجا فضای مجازی و برخی رسانه‌های معاند در دنیا که حرفای عجیب غریب میزنن، هم مردم توجه نکنن و هم مسئولینی که در این زمینه مسئولیت دارن نسبت به فضای مجازی مسئولیت خودشون رو انجام بدن.
و انشالله ما با همکاری همدیگر از این مرحله حساس عبور خواهیم کرد به سلامتی و امیدواریم با کمترین مشکلات ما بتونیم از این مسئله‌ای که برای کشور ما و برای بسیاری از کشورهای دنیا پیش آمده همه انشالله عبور بکنیم به سلامت. و السلام علیکم و رحمت الله. سخنرانی حسن روحانی بود در جریان اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا. از تصویر اینطور که برمی آمد هیئت دولت او حاضر بودند در جلسه. او صحبت هایی کرد، از جمله این که از اجتماعات اون چی که او غیر ضرور میخواند گفت که باید خودداری بکنیم. اما چیز جالبی که گفت این بود که از روز شنبه همه چیز به روال عادی برمیگرده. اینجا مریم افشنگ همکارم با من هست. مریم هم صحبت‌های آقای روحانی رو گوش کردی. مریم تو هم فکر می‌کنم خیلی از مردم می‌خوان بدونن که دولت برنامه‌اش چه است، می‌خواد چه بکنه و چه راهکارهایی داره برای مقابله با شیوع این ویروس. به نظرت صحبت‌های آقای روحانی قانع کننده بود؟ چیزی که آقای روحانی گفت، از تلاش های وزارت سمت گفت که دارن تلاش میکنن که تولید کنندگان و اینا به جای یه شیفت دو تا سه شیفت تولید کنن چیزهایی که احتیاج هست، از مایع ضد عفونی کننده، ماسک، و گفت که قراره که اینا رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. همونطور که خودت اشاره کردی گفت که از شنبه همه چیز به صورت عادی برمیگرده، مگر اینکه ستادی که ستاد ملی هست تشخیص بده مدرسه ای یا جایی یا مکانی، دانشگاهی قرار باشه مثلا بسته بشه و کاری رو انجام نده، فقط باید از طریق ستاد ملی اعلام بشه. چیز دیگه ای هم که آقای روحانی اشاره کرد بحث اطلاع رسانی بود. چیزی که منتقدان و خیلی های دیگه در این روزها از دولت انتقاد میکنن یا از سران حکومت و مسئولان که اطلاع رسانی به صورت دقیق انجام نمیشه، آمار و ارقام دقیق و درست انجام نمیشه. آقای روحانی گفت که وزارت بهداشت قرار بر اینه که هر آن چیزی که اگر بیماری در بیمارستان بستری میشه، مرخص میشه، همه رو وزارت ارشاد از طریق وزارت بهداشت از طریق صدا و سیما اعلام بکنه و مردم باید اعتماد کنن. و گفت مهمترین چیز اعتماد مردمه که باید در واقع به وزارت بهداشت و صدا و سیما اعتماد کنن. ولی اینکه حالا این اعتماد چطور قراره باشه در صورتی که در شرایطی که میبینیم که اینقدر بحث بی‌اعتمادی هست و عدم اطلاع رسانی، دیگه باید دید چه اتفاق میفته. ممنونم ازت مریم. مریم افشنگ همکارم اینجا در استودیو با. وزارت بهداشت ایران گفته که تا ظهر امروز به وقت محلی تعداد جانباختگان ویروس کرونا در این کشور به 15 نفر رسیده. شمار مبتلایان قطعی در کل کشور هم 95 نفر اعلام شده. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت و محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم اعلام کردند که به این ویروس مبتلا شدند. ایران بیشترین میزان مرگ ناشی از این ویروس ها در خارج از چین دارد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ویروس کرونا از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران پراکنده شده. شمار استان‌هایی که ویروس به آنها رخنه کرده، حالا از انگشتان دست هم بیشتر است. ویروس کشنده هیئت دولت را هم گرفتار کرده. این معاون وزیر بهداشت است. همین دیروز. همینجا میگم که اینجا کنار سخنگوی دولت ایستاد و آمار مرگ 50 نفر در قم بر اثر ویروس کرونا را تکذیب کرد. تعدادم باشه من استفاده میدم. مشاور مطبوعاتی وزارت بهداشت در توییترش نوشته آزمایش کرونا ایرج حریچی معاون این وزارتخانه مثبت اعلام شده. منم کرونایی شدم. اینجا خودش میگوید که مبتلا شده. تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودمو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. دارم درمان رو شروع میکنم، حال عمومی بد نیست، خوبم، یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. ایران مورد منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه به خاطر شیوع گسترده و سریع ویروس کرونا. حالا بیشتر همسایگان ایران مرزهایشان را روی این کشور بستند. مسافران ایرانی سرگردان در هوا و زمین. این پرواز خطوط هواپیمایی ترکیه از مبدأ تهران است. 12 نفر از شهر قم در پرواز بودند.
صبح امروز به هواپیما اجازه فرود در استانبول داده نشد. دستور از وزیر بهداشت ترکیه بود. هواپیما حالا به آنکارا رفته. آمار رسمی شمار کشته شدگان ویروس کرونا در ایران بالاترین در منطقه خاورمیانه و بیشترین میزان مرگ ناشی از کرونا در خارج از چین است. نحوه اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره آمار مرگ ناشی از کرونا چندان روشن نیست. مشخص نیست موارد جدیدی هم که امروز اعلام شده در برآورد وزارت بهداشت آمده یا نه. امروز دو مورد تازه از مرگ ناشی از کووید 19 گزارش شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساوه اعلام کرد که نتیجه نهایی آزمایش روی دو بیمار تازه فوت شده در این شهر مثبت بوده. یکی از بیماران خانمی 87 ساله با سوابق بیماری‌های قلبی، ریوی، کبدی و کلیوی بود که پس از دو روز بستری شدن در بیمارستان شهید چمران در برابر ویروس کرونا درگذشت. دومین فرد فوت شده نیز خانمی 82 ساله بود که دارای بیماری زمینه قلبی، کلیوی و مزمن خونی بود و پس از یک روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. آقای نیکروش میگوید بیمار دوم به قم رفت آمد داشته. خبرگزاری های داخل ایران میگویند 3 نفر هم در استان البرز بر سر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز درمانی این استان بستری شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داده. شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان حالا از 80,000 هم گذشته. اینجا سئول پایتخت کره جنوبی است. ماموران شهرداری در حال جنگ هستند با دشمنی پنهان. هیئت دولت کره هم لباس رزم پوشیدند. رئیس جمهوری کره میگوید در این جنگ پیروز خواهند شد. سرعت و زمان دو عامل مهم در جنگ ما علیه کرونا است. باید بتونیم در عرض یک هفته جلوی افزایش شمار موارد ابتلا رو بگیریم. کره بیش از 10 برابر ایران مبتلا داشته، البته با فرض درست بودن آمار رسمی، اما تلفاتش کمتر است. در ایتالیا، کشوری که در اروپا تبدیل به مرکز ویروس کرونا شده، نخستین مورد ابتلا به ویروس در جنوب این کشور اعلام شده. شمار مبتلایان در کل ایتالیا تا ظهر امروز به بیش از 260 نفر رسیده. ترس آن وجود دارد که اپیدمی در این کشور توریستی منشأ سرایت این ویروس به باقی اروپا شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ساعتی پیش با یکی از شهروندان قم گفتگو کردیم و از او درباره وضعیت این شهر برای مقابله با ویروس کرونا پرسیدیم. من امروز با ماشین رفتم سمت جمعکران رو دور زدم. باز بود و پارکینگ‌ها باز بود. البته خب مراجعه کم بود و تعداد خیلی محدود بود. امروز سه‌شنبه هستش، روزی است که از اکثر شهرهای ایران و همچنین از خود شهروندان قم برای دفع اعتقاداتشون میان جمع‌کردن قم. منتها خود مردم خیلی مراجعهشون زیاد نبود، ولی اینکه بگم بسته بوده نه، بسته نبود. خود فضای شهر خلوت هست به لحاظ عبور و مرور مردم، عابر پیاده کمتر می‌بینیم. منتها موادی ورودی و خروجی قم باز هست، قرنطینه نیست و من همین امروز مجدد، چون می‌دونستم که قراره با شما صحبت بکنم، اتفاقاً تا بهشت مصومی قم رفتم که میگن محل دفن درگذشتگان بیماری کرونا هستش و تا نزدیک قطعه بحران هم رفتم. اولا که خب هیچ مانعی نبود برای بیرون رفتن و قرنطینه صورت نگرفته فعلا، ولی برعکس این چیزی که حالا عموم میگن که خیلی شلوغ اونجا و دفع‌های زیادی داره صورت میگیره، نه، فضا آروم بود و خبری نبود. تا جایی که میدونم که حرم بسته نشده و مسافرین حالا کسی که میرن برای زیارت میتونن راحت برن زیارت کنن و برگردن. ببینید، اون یه نماز جماعت معروفی که حرم داره تو حیات حرم خونده میشه که عملا امروز چون از نیمه‌های شب دیشب بارندگی زیادی توی قم شروع شده و هنوز ادامه داره، ممکنه اون مثلا اتوماتیک برگزار نشه. میلاد بود از شهروندان قم که با همکارم رنا رحیم‌پور مصاحبه کردم و اینجا پویا قربانی با من هست. پویا شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. پویا، از آخرین‌ها برام بگو. مجید محمود صادقی در یه توییت که با لحن به نظرم ناامید کننده ای نوشته بود از ابتلای خودش به
ویروس کرونا خبر داده بود و گفته بود که امیدی به زندگی نداره و از آقای رئیسی خواسته بود که در حقیقت دنبال مطالبات خانواده زندانیان باشه که نگران اعضای خانوادهشون هستن که در زندان. ما میدونیم که پادگان‌ها، زندان‌ها هم جزء مواردی هستن که احتمال اینکه منشأ ویروس کرونا باشن هست. از اون طرف ما در خبرها داشتیم که آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت هم امروز اعلام کرد در پیام ویدیویی که از خودش گرفته بود که مبتلا شده به ویروس کرونا. در من خیلی سریع میگم، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران اعلام کرده بود که با بهنوش بختیاری که ویدیویی منتشر کرده بود دیروز و در لایو اینستاگرام خودش و به نوعی تبلیغ یک داروی گیاهی رو کرده بود برای ویروس کرونا، حالا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که در حقیقت با دادستانی خانم بختیاری رو تحت پیگرد قانونی قرار داده به خاطر این حالا سوء استفاده یا تبلیغی که انجام شده. اما در فضای توییتر من دیدم یه سری عکس‌های روحیه بخشی از بیمارستان مسیح دانشوری که می‌دونیم در تهران بیمارستان مرکزی هستش که داره بیماران مبتلا به این ویروس رو تحت درمان قرار میده. کادر درمان در عکس‌های دست جمعی که از خودشون گرفتن یا همینطور عکس‌هایی که همراه‌های عکس یا ویدیوهایی که همراهای بیمارا منتشر کردن داره از تلاشی که کادر درمان اونجا انجام میده. ما میدونیم که کادر درمان در نه فقط مسیح دانشوری بلکه بیمارستانهای دیگه در سراسر ایران دارن با تجهیزاتی که شاید برای بعضیاشون به خوبی اون چه که در اختیار اون کادر درمان در مسیح دانشوری قرار گرفته نباشه، اما دارن به مقابله با این بیماری میپردازن. امروز در یکی از همین ویدیوها دیدیم که همراه دکتر ابوالقاسمی اعلام کرده بود که ایشون بهبود پیدا کرده. دکتر ابوالقاسمی چندی پیش اعلام شده بود که به این ویروس مبتلا شده. این هم جز خبرهاست که فروش ماسک در داروخانه ها طبق بخشنامه‌ای که اعلام شده ممنوعه، اما دلیلش اینه که دولت گفته که رایگان میخواد اینو توزیع کنه، یعنی دلیل ممنوعیت رو این عنوان کردن. یه سری عکس هم هستش از تمهیداتی که در قم صورت گرفته، هم در حرم هم در سطح شهر که با یکی از مخاطبان داشتیم صحبت میکردیم. ما میدونیم که هنوز در حرم باز، برخلاف اونچه که در نجف اتفاق افتاده، از دیروز حرم امام اول شیعیان در اونجا بسته است، اما در قم هنوز حرم باز. ولی خب مثلا یه سری تمهیداتی من عکسایی دیدم که هم مهر هم فارس منتشر کرده بود از اینکه دارن با محلولای اونجا رو شستشو میدن یا اسپند دود میکنن در حرم. ما از مخاطبانم خواستیم که اینکه چه تأثیری این شیوع کرونا بر زندگی اونها و روتین زندگی اونها گذاشته، زندگی روزمره که دارن چه بوده، برامون تعریف کنن. در کانال تلگرام میتونن به @bbc شما پیام صوتی یا ویدیویی بفرستن. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکارم اینجا در استودیو. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته مرز این کشور با ایران باز شود. دو روز پیش بعد از گزارش 3 مورد مشکوک ابتلا به این ویروس در هرات، افغانستان مرزهای زمینی و هوایی خود را با ایران بست. وزارت صحت افغانستان امروز اعلام کرده تا به حال 7 مورد مشکوک به ابتلا به این ویروس در ولایت هرات ثبت شده که همه آنها سابقه سفر به ایران داشتند. همچنین گزارش شده که در ولایت غور در مرکز و هلمند در جنوب افغانستان هم 2 مورد مشکوک ثبت شده. محمد قاضی زاده خبرنگار ما از هرات الان روی خط تلفن با ما هست. محمد، این باز شدن مرز بین ایران و افغانستان آیا مردم رو نگران کرده؟ بله، سلام به شما. اول باید بگویم که خبر باز شدن دوباره مرز ایران همزمان شد با یک خبر خوش، و این که 4 واقعه مشکوک که دیروز نمونه هایش به کابل برای تشخیص فرستاده شده بود، حالا معلوم شد که منفی بوده و اینها مبتلا به کرونا نبودند. در مورد مرز باید گفت که هرچند ممکن است باز شدن این مرز نگرانی های را ایجاد کنه یا دوباره دامن بزنه، اما مسئله بسته شدن مرز همونطور که باعث شادمانی ادعی شده بود، انتقادهای هم برانگیخته بود، از جمله
محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات واکنش نشان داده بود و گفته بود که افغانستان مرز طولانی با ایران داره و اگر اراده برای این وجود داشته باشه که دی فرستاده شوند به افغانستان یا بیایند به افغانستان، راه های بیابانی و غیر رسمی فراوان وجود داره و بهتر است که مرز باز شود ولی با کنترل شدید. چیزی که شورای امنیت افغانستان هم به همین مسئله اشاره کرده و گفته که اولویت هم سلامت مردم هست و هم سهولت برای مسافرین. بله، ممنونم ازت محمد قاضی زاده، همکارمون از هرات. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید 882 نفر که در بیمارستان‌های این کشور قرنطینه بودند مرخص شدند. به این ترتیب 266 نفر در قرنطینه ماندند. آنها طی یک ماه گذشته مستقیم یا غیر مستقیم از چین وارد تاجیکستان شده بودند. وزارت بهداشت گفته که در میان افراد قرنطینه شده هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده نشده. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران گزارش کرده که 5 نفر از بازداشت شدگان در اعتراض‌های آبان ماه حکم 18 ماه تا 11 سال زندان گرفتند. یکی از آنها همچنین به 74 ضربه شلاق و 1 سال تبعید محکوم شده. این بنیاد گفته که اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکرده. هفته گذشته دادگاه انقلاب تهران 3 نفر از بازداشت شدگان را به اعدام محکوم کرد. ضیاء نبوی فعال دانشجوی ایرانی امروز در خانه‌اش بازداشت شد. به گفته یکی از بستگان آقای نبوی حکم بازداشت او توسط دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران صادر شده، اما نهاد بازداشت کننده و علت دستگیریش مشخص نیست. ضیاء نبوی پس از اعتراض‌های سال 88 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده بود. او حدود 9 سال از این مدت را در زندان گذراند. در غرب ایران خانه‌های حاشیه دو رودخانه کشکان و سیمره در پل دختر و معمولان به دلیل احتمال وقوع سیل تخلیه شدند. این تصمیم در پی تداوم بارندگی‌ها در استان لرستان و احتمال طغیان رودخانه‌ها گرفته شده. فرماندار پل دختر گفته بیشتر ساکنان بخش غربی شهرهای پل دختر و معمولان و 9 روستای بخش مرکزی این استان به مناطق امن منتقل شدند. پیش بینی شده که بارش‌های سیل‌آسا تا فردا ادامه داشته باشد. بودجه سال آینده ایران 3 هفته به پایان سال هنوز بلا تکلیف است. بعد از اقدام کم سابقه دیروز نمایندگان در رد کلیات آن، امروز جلسه غیر علنی تشکیل شد تا با توجه به شرایط حساس تصمیمی فوری گرفته شود. حالا قرار شده لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برگردد تا شاید بودجه سال 1399 قبل از عید نهایی شود. آمریکا از محمد اشرف غنی خواسته تا دومین مراسم سوگند ریاست جمهوریش را به دلیل نگرانی از شعله ور شدن اختلافات به تعویق بیاندازد. به گزارش رویترز، منابع قابل اعتماد به این خبرگزاری گفتند زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که حالا در کابل است، این درخواست را با آقای غنی در میان گذاشته. قرار بود مراسم تحلیف آقای غنی پنجشنبه آینده برگزار شود. دیروز تیم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان اعلام کرد که او هم پنجشنبه همزمان با آقای غنی مراسم تحلیف برگزار خواهد کرد. بعد از اعلام نتایج انتخابات آقای عبدالله این نتیجه را غیر قانونی خوانده و گفته او پیروز این انتخابات است. قاسم عرفانی کارشناس سیاسی از کابل با ما هست. آقای عرفانی، شرایط بسیار بغرنج و ناامید کننده ای هست برای افغانستان. به هر حال انتخاباتی برگزار شده، نتیجه ای رو کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده، اما به نظر نمیرسه که دو طرف در جایی باشن که بتونن با هم توافقی بکنن. با سلام به شما و بینندگان گرامی. بله، همطور که شما اشاره فرمودین، با هزینه های بسیار کلان انتخابات افغانستان برگزار شده. مردم برغم همه تهدیدهایی که وجود داشت و حتی متقبل شدن تلفات در انتخابات شرکت کردند. کمیسیون هایی که نامزدهای انتخاباتی برعکس دفعات پیش کمیشنرانش توسط نامزدها انتخاب شده بود، این کمیسیون ها نزدیک 5 ماه کار کردند و سرانجام نتایج انتخابات را اعلان کردند. و امروز ما با یک وضعیت مواجه هستیم که یکی از تیم ها این نتیجه را علی یک
یک از تیم هایی که رقیب خود را رقیب جدی آقای اشرف غنی میدونه این نتیجه را قبول ندارند. بنابراین افغانستان در یک وضعیت دشوار و پیچیده قرار داره. ما آیا از یک طرف نیاز داریم حل سیاسی وجود داره در حال حاضر؟ من فکر میکنم که امکان دستیابی به یک راه حل سیاسی میتونه وجود داشته باشد، به خاطر اینکه جبهه مخالف آقای غنی از یک انسجام تیمی و ساختاری با پیشینه بلند برخوردار نیست که این استحکامشون با خواسته ای که الان مطرح شده دوام بیاره. و ما فکر میکنم بسیاری از شخصیت هایی که در تیم آقای عبدالله قرار دارن آجنده های متفاوت دارن، بنابراین اگر از طرف تیم رئیس جمهور اطمینان برای برخی از چهره ها و حلقات مبنی بر اینکه حکومت آینده فراگیر خواهد بود و منافع گروه های قومی و جریان های مختلف تضمین خواهد شد تا حدود زیادی میتونه زمینه را فراهم کنه، با این وجود وضعیت پیچیده هست و باید منتظر مان که تلاش هایی که جریان داره به چی سرانجام میتونه برسه. و فکر میکنید آیا راه حلی شبیه آنچه که در دور قبل انتخابات ایجاد شد، یعنی به نوعی تقسیم قدرت بین آقای عبدالله و آقای غنی، باز هم راهگشا باشه؟ برغم اینکه احساس میشه تمایل از یک طرف برای دستیابی به یک چنین توافق وجود داره و امروز از دفتر رئیس جمهور پیشین آقای کرزی هم یک چنین پیشنهاد مطرح شد، ولی من فکر میکنم این پیشنهاد و حرکت به سمت یک چنین توافقی از جهات مختلفی به صلاح مردم افغانستان نیست و ممکن هم نخواهد بود. یک از پیامدهای بسیار مخرب دستیابی به یک چنین توافقی ای خواهد بود که انتخابات دیگه تعیین کننده نیست، کمیسیون ها و نهادهای برگزار کننده و اجرا کننده و اعلام کننده در واقع تعیین کننده نیست، توافق های سیاسی هست که تعیین کننده خواهد بود. بنابراین اطمینان و باور مردم به این که رأیشان و او عدد کمی میتونه تاثیرگذار باشد از بین خواهد رفت. ضمن اینکه تشکیل یک حکومت ائتلافی همونطور که در 5 سال گذشته دیدیم که با ناکامی های زیادی مواجه بود، در این برهه حساس برای مدیریت کشور هم به صلاح نخواهد بود. ممنونم از شما قاسم عرفانی، کارشناس مسائل سیاسی از کابل. با حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر درگذشت. او 91 سال سن داشت. آقای مبارک 3 دهه بر مصر حکومت کرد. او 9 سال پیش در پی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی از قدرت کنار رفت و به جرم مشارکت در کشتار معترضان به زندان افتاد، اما 3 سال پیش آزاد شد. ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر خاورمیانه و شمال مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا گفتگو کردیم و از او درباره میراث حسنی مبارک پرسیدیم. یک صفت نداشت، برای اینکه او هم قهرمان بود، هم ارتشی بود، هم یک دیکتاتوری بود که بعداً نتوانست به اصطلاح بفهمه که مردم مصر در چه وضعی هستند، شبیه خیلی از دیکتاتورهای دیگه. و یک تفاوت دیگری هم با دیکتاتورهایی داشت که در جریان بهار عربی به اصطلاح به یک سرنوشت‌های دچار شد، نه مثل قذافی کشته شد، نه مثل بن علی فرار کرد و نه مثل بشار اسد مجبور شد مملکت رو به ویرانی بکشه، ولی در این حال مرد ارتشی بود، یعنی ارتش هم در حقیقت نجاتش داد از دست مردمی که خواهان اعدامش بودن، ولی در این حال نشون میده که ارتش به اصطلاح چه قدرتی داشته در مصر و الان چه قدرتی داره. و جالبم این است که ریاست جمهوری، امروز دفتر ریاست جمهوری تسلیت گفته، ازش به نام یک قهرمان یاد کرده و در این اواخر هم در حقیقت از به اصطلاح هم محاکمه نجاتش داد، یعنی از زندان نجات پیدا کرد، هم اعدام نشد و حتی ارتش حاضر شد به اصطلاح کودتایی بکنه علیه مخالفینش. ولی دستاویزی هم، درسهایی هم برای مردم مصر داشت. خیلی از مصری‌ها امروز میگن اگر اون لحظه آخری که آقای مبارک در جریان اون انقلاب آمد و گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم و دیگه تصمیم ندارم دوباره بعد از 30 سال دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشم و پسرم جمال هم نخواهد شد،
خیلی از مصری ها امروز میگن ما همونجا باید توقف میکردیم و انقلاب رو بیشتر به پیش نمی بردیم تا به جایی رسیدیم که امروز رسیدیم، چون به هر حال حکومت آقای سیسی امروز خیلی خیلی دیکتاتوری تر از حکومت آقای مبارک هست و تعداد کشته ها بیشتره و عملا اخوان المسلمین رو هم تقریبا برای یک دوران زیادی از صحنه سیاسی مصر بیرون کرده، در حالی که در زمان مبارک علیه علارغم این که علیه به اصطلاح رادیکال های اخوان المسلمین فشار وارد میشد، ولی خود اخوان المسلمین به عنوان یک جریان سیاسی در درون جامعه وجود داشتن. اینها درس هایی است که میشه از زندگی و مرگ یک آدمی که از یک خانواده متوسط میمد و توانست در درون ارتش رشد بکنه، وزیر دفاع بشه و بعد قهرمان جنگ با اسرائیل بشه، اینا درسایی است که هم مردم هم دیکتاتورا و هم جریان های سیاسی میتونه از مرگ و زندگی این آدم بگیره. متشکرم. علی سعد ساده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب که با رعنا رحیم‌پور گفتگو میکرد. گزارش‌های از درگیری شدید نیروهای دولتی سوریه با مخالفان در شهر شمالی نیرب در استان ادلب منتشر شده. مخالفان دیروز این شهر را تصرف کردند و حالا نیروهای حکومت که تحت حمایت روسیه هستند می‌خواهند آن را پس بگیرند. گفته می‌شود ارتش ترکیه که از گروه‌های مخالف حمایت می‌کند، آنها در تسلط بر نیرب کمک کرد. ادلب هفته هاست که درگیر جنگ است و صدها هزار غیر نظامی آواره شدند. در برزیل 5 روز بعد از آغاز اعتصاب نیروهای پلیس، میزان قتل 5 برابر افزایش یافته. مقام‌ها گفتند که در این مدت نزدیک به 150 نفر در ایالت سئارا در شمال شرقی برزیل کشته شدند. افزایش خشونت‌ها باعث شده کارناوال‌های تابستانی در چندین شهر لغو شود. پلیس‌های معترض خواهان افزایش دستمزد خود هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.